فیلم رفیق به کارگردانی ایرج قادری محصول سال 1354. رضا که به اقدس علاقه داره با ذبیح عهد می‌بندند که از کارهای خلاف دوری کنند. رضا برای حمایت از ذبیح با چند نفر درگیر میشه و به حبس میفته. اقدس از مشهد به تهران میاد و به دنبال رضا میگرده. اون به خونه توران خانوم پناه میبره و ذبیح با دیدن اقدس به اون دل میبنده. بخشایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. اون کار نمیکنه آقا، بی خود زاق نزن. اون خانوم چی بود؟ خانوم چیه؟ گم شدتونه پیدا کردیم. میگم اون کی بود؟ آذره، بچه خوزستانه. باباش رفته زیر ماشین، کفاش بوده، نانم نداره. 3 سالم از اینجا پیش من کار میکنه، یه تونش هم 20 تومنه. الانم تو استراحت بستته؟ من میخوام باهاش حرف بزنم. ای بابا، گفتم که آقا تو استراحته. من کارش ندارم، فقط میخوام باهاش حرف بزنم. این که نمیشه، اقلا یه جتون بگی. جتون بفرم. آقا اصل کاری یادت رفت. یا بالا اتاق چارو. بله. چه حالی های پیدا میشن واسه 2 کلو 20 تومن نمیده. یا چرا اقدس؟ چرا اینجا؟ من رضا. تو چی؟ من چی میخوای بگی؟ میخوای بگی اینجا قلعه نیست؟ میخوای بگی اینجا خونه توران نیست؟ میخوای بگی من دارم خواب میبینم تو اقدس نیستی؟ چرا حرف نمیزنی؟ بگو بگو اون اقدس پاک و تمیز، اون اقدس محروم مرد و این زنی که اینجا نشسته یه عرضه پسته که ناموسشو با فیلم سینمایی پلنگ در شب که تو سال 1354 ساخته شده، از این قراره که مهدی پلنگ بعد از 7 سال از زندان آزاد میشه و روبروی قاسم و دار و دستش قرار میگیره. قاسم و افرادش برای کشتن مهدی نقشه میکشن و بعد از عدم موفقیت مریم دختر محبوب مهدی رو میدزدن. قاسم مریم رو آزار میده و مهدی اون رو به قتل میرسونه. بخشایی از فیلم پلنگ در شب رو با هم تماشا میکنیم. چیزی که من دیدم تو هم ببینی، برای همیشه اسم میکی یادت میره. اون الان با یه زنی زده به سرت مادر. اون اهل این حرفا نیست. از این شوخیام خوشم نمیاد. خوشت نمیاد برای اینکه خری. خوشت نمیاد برای اینکه نمیفهم. خوشت نمیاد واسه اینکه دیوونه ای. چشات کور شده و هنوز تو عالم بچگی و عکس کشیدنی. اما این دیگه عکس کشیدن نیست که هر طوری که دلت بخواد بکشیش. سرشو، پاشو، لباسشو، کلاهشو هر طوری که خودت خیال میکنی بکشی. این دیگه همون چیزیه که هست. پس اگه خواستی دوباره عکسشو بکشی، اونو بکش که تو زن خوابیده و نشعه بوی عرق زنه. این میکی واسه راستکی نیست. فراش کن، اون طوری که هست بکش، همون طوری که گفتم. تمومش کن مادر. تا این شوخی هم باشه دیگه تا تا خونه اون که توی فیلم بی‌حجاب، مسلم با بازی ایرج قادری و پدرش زیا با بازی جمشید مشایخی دو قاچاقچی بدنامن. زیا به مکه میره، توبه میکنه و پسرش رو هم از این راه منع میکنه. مسلم که با رقاصی به اسم کلثوم رفت آمد داره و از طرفی با سارا دختر یک کشیش هم دوسته، بعد از مخالفت والدینش از خونه فرار میکنه. بخش هایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. بابات هم این خودت بود. وقتی توی خونه میومد میگفت هیچ مرد دیگه غیرون نواست اونجا باشه. اگرم غیره میشد رسوایی به پا میکرد. با دسته سر کله نمیشکست و 3-4 نفر خونین و مالین نمیکرد کتا نمیمد. دیگه بنداز والا. بگی من بهش بده. از دهانه.
تو بابا حرکات و سکناتتون اینه، ولی اون چیز دیگه ای بود. انصافنم تو تمام مردا لنگش پیدا نمیشه. من عاشق شلوغکاری ها و دعواش بودم. هیچ وقت یادم نمیره یه دفعه میخواست به خاطر من خونه میت چکتا با خدا بیامرز آتیش بزنه، ولی جای پیت نفت اشتباهی پیت آب و به در و دیوار ریخت و کبریت کشید، اما کبریت آتیش نگره. گره تو برم بابا دست تو خیلی شرطر بود مسلم. اون تا اگه من سر کلسون بخوام خونه تو آتیش بزنم پیت آب و نفت رو کسی نمیگیرم. میگن حالا رفته مکه حاجی بشه. آره شنیدم امروزم برگشته، میگن هیچکی استقبالش نرفته. حقم دارن، زیا اگه شب بلقمرم بکنه باز یه کاسه زیر نیم کاسشه. یعنی تو میگی کارهای سابقشو ول میکنه. بنده. فیلم سینمایی هریس که تو سال 1352 ساخته شده از این قراره که چنگیز شکارچی شروریه که به دختران آبادی آزار میرسونه. طی ماجراهایی از مرجان و گلی هتک حرمت میکنه. گلی چنگیز رو به صحرا میکشونه و اون رو میکشه. مرجان به عنوان قاتل دستگیر میشه و گلی هم قصد خودکشی داره. اما برادر همزاد چنگیز که وکیل گلی رو نجات میده. بخشایی از فیلم هریس رو با هم تماشا میکنیم. بی خدا من نکشتمش. ناراحت نباش دخترم. بلند شو جیپو حاضر کن. اطاعت. باور کنین من نکشتمش. بی خدا من نکشتم. خیلی خوب دخترم. تو دادگاه حقیقت معلوم شد. گریه نکن دخترم. خدایا خودت کمک کن. دختره بی گناه مایه تو رو خدا رحمت نمرینش. دختر من قاتل نیست. آخ دلم تو مرده بیاره دخترم بی گناه. نزم کنی نمرینش. زم کنی نمرین. دختر من قاتل نیست. اجازه بدید منم دنبال دخترم بیام. مادر ناراحت نباش، اگه دخترت بیگناه باشه قانون ازش حمایت میکنه. برو بریم. فیلم سینمایی غزل به کارگردانی مسعود کیمیایی محصول سال 1355. دو برادر به نام حجت و زین العابدین قرقبان جنگلن و تو تنهایی زندگی میکنن. اونا متوجه میشن که چند نفر مخفیانه درختای جنگل رو قطع میکنن. روزی حجت به دنبال مهاجمان میره و با غزل به کلبه برمیگرده. زین العابدین به غزل دل میبنده و حجت هم متوجه میشه که گرفتار عشق غزل شده. بخشایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. دیدنت که درخت میفروختی. اگه درخت و زیایی که دوروار ما میشه کار تو باشه خدا به فریادت برسه. جفتیا رو واس قابشون گرفت. ارمله مگه نمیدونی اگه دلم بخواد لنگه توسط جنگل هوا میکنم تا بذارمت نفس خرس پشت گردنت بخوره. این دفعه جایی تا میبرم که بری قاطی زنات کار کنی. بابا حجتی تو به این زودیا چاقوت در نمی آوردی. اگه این طوریش بشه این چند تا زن تو این خونه از نون خوردن میافتن. من قدیما نون نمک تو رو زیاد خوردم، واسه یه ارج و قربی داشتم. من انقدر پلود جا داشتم که تو واسم گوشت شکار می آوردی. میدونی عرق تو واسه خنک می کردم، پیرهن تنتم شستم. نظر این زنا تو این خونه از نون خوردن بیافتن. نمیکشمش، جانش از تو داره. من کاری میکنم که دومتونه بذاری رو کولتونه. ای جاکش از زن رخصان از دمت را چلا بکنش. کسی اینجا نباشه. ای ویسه که خیلی نتر دپرم. گرده ناکار
یه قرون نکش یکشون اینجا را جا 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 جا